بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی حوالی ساعت 12 روز گذشته به وقت واشنگتن به ایالات متحده آمریکا رسید. قرار است او با باراک اوباما و برخی از مقام های دیگر این کشور دیدار کند. چگونگی حضور نظامی آمریکا پس از سال 2014 میلادی، گفتگو بر سر توافقنامه امنیتی، روند انتقال مسئولیت های امنیتی و گفتگوهای صلح از آجندای مهم سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا گفته شده است. در همین حال کاخ سفید گفته است آقای کرزی به روز جمعه با باراک اوباما در این موارد گفتگو خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور کرزی ساعت پس از رسیدنش به آمریکا از اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی در بیمارستان نظامی واشنگتن عیادت کرد. رئیس جمهوری افغانستان وضعیت صحی آقای خالد را قناعت بخش دانسته و صحت یابی او ابراز خرسندی کرده است. اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی کشور یک ماه پیش در یک حمله انتحاری که توسط یک پیام‌آور صلح در کابل انجام شد به شدت زخم برداشت و پس از چندین روز مداوا در بیمارستان بگرام جهت درمان به آمریکا فرستاده شد. اما این همه در حال است که کاخ سفید گفته است گزینه خروج همه نیروهای خود پس از سال 2014 از افغانستان را بررسی می کند. معاون مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که یکی از گزینه های مورد بررسی کاخ سفید در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 خروج تمامی نیروها نیز می باشد. پیش از این مقام های آمریکایی گفتند که واشنگتن حضور 3 تا 9000 سرباز را در افغانستان بررسی می کند. نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد از حکومت می خواهد تا در امضای موافقت نامه امنیتی با آمریکا آزادی بیان را در دستور کارش قرار دهد. این نهاد از تلاش ها برای محدود ساختن آزادی بیان در افغانستان نیز هشدار می دهد و می گوید که حکومت نباید دستاوردهای آزادی بیان را قربانی مسائل سیاسیش نماید. همزمان با سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا، مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد تا در گفتگوها درباره موافقتنامه امنیتی با آمریکا آزادی بیان را در دستور کارش قرار دهد. درخواست ما به نمایندگی از رسانه‌های افغانستان است که آزادی بیان در اولویت کارشان باشد. ما دستاورد بزرگ که همانا رشد آزادی بیان است افغانستان را نباید قربانی مسائل سیاسی و به دست گرفتن قدرت چی در سطح افغانستان، چی در سطح کل افغانستان یا چی در سطح محلات بکنیم. هرچند حکومت همواره بر حفظ آزادی بیان در کشور تاکید می کند، اما رئیس اجرایوی نی هشدار می دهد که پس از برگزاری هر نشست ملی و بین المللی درباره افغانستان، آزادی بیان در کشور به نحو محدود می شود. نامه شورای علما، نامه های وزارت اطلاعات فرهنگ، گفتارهای رئیس جمهور بعد از هر نشست، هرچند در نشست خودشان حضور نداشتند تا حال، کلش نشان می دهد که به نحوی صحبت های در مورد معامله کردن و با حقوق شهروندا به خصوص حق آزادی بیان معامله های صورت گرفت. مسئولین در این نهاد به این باورند که اگر امنیت جانی خبرنگاران تامین شود، دستاوردها در بخش آزادی بیان بیشتر خواهد شد. دولت تاجیکستان میگوید که یک نگهبان مرزی این کشور در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان در مرز میان دو کشور کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. منابع امنیتی تاجیکستان میگویند که مرزبانان تاجیک در آن سوی مرز افغانستان مصروف گشت زنی بودند که با یک گروه 20 نفری از قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان روبرو شدند. این منابع می افزاید که این قاچاقچیان پس از دریافت هشدار توقف به سوی مرزبانان تیراندازی کردند و سپس متواری شدند. هنوز مقام های امنیتی کشور در این باره ابراز نظر نکرده است. و دو سرباز هندی در منطقه مورد مناقشه کشمیر میان هند و پاکستان توسط نیروهای پاکستانی کشته شدند. مقامات هند خبر دادند سربازان پاکستانی با عبور از مرز میان دو کشور در منطقه کشمیر دو نظامی هند را کشتند. این در حال است که دو روز پیش پاکستان نیز اعلام کرده بود که در تیراندازی نیروهای هندی به سمت سربازان پاکستانی در منطقه کشمیر یک سرباز جان خود را از دست داده است، اما هند این ادعای پاکستان را رد کرده است. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.